در شمال تاجیکستان سطح فوت کودکان افزایش یافته استاده است. همین طور در ولایت سوغ در 3 ماه سال جاری شماره فوت کودکان تا سن یک ساله زیاد از 240 نفر رسیده است. سبب حالت زیرین با عامل های گوناگون وابسته بوده، از جمله تولد کنی در خانه، سطح پستی طب، با معاینه نرفتن در وقت حامله‌داری می باشد. بعضی 10 متر، بعضی 5 متر. چون با وای حق دستشون وقتی که همون دختری وای تولد میکنند که همون شب روز تولد. چی طوری که معلوم شد زنان با معاینه دختر از سبب نبودن مبلغ کفایه نمی روند، نه اینکه برای نبودن خواهش. در شفاخانه های تاجیکستان برای هر یک چیزی ناارزنده پرداخت کردن لازم است. اهالی دهه باشد خدمت رسانی طبی را پرداخت کردن نمی تواند. محض برای همین اکثریت زنان تاجیک از رفتن با معاینه دختر دست می کشند. مصاحبه رادیوی آزادی با شرط نامش ناعیان میماند چیزهای زیرین را نقل کرد. از درآمدگاه تولد خانه شروع میگردد، یعنی برای درآمدن به کسای تولد خانه باید پول پرداخت نمودن لازم است. سپس از شما آوردن دارواری برای معاینه طلب میکنند، قطره شمار، دستپوشک، سوزن دارو و غیره. وقتی از روی خطی تولد خانه برآمدن، همه کارکنانی تولد خانه یک قطار صف کشیده از شما حق خدمت طلب میکنند. غیر از این، طبق اطلاع تشکیلات تندرستی بین الخلقی، هر سال به تاجیکستان 5000 حالت فوت مادران و زیاده از 3000 فوت کودکان تا 5 ساله راست می آید. این چنین به کسی پوشیدنی است که در سیستم تندرستی تاجیکستان از طرف دختران فروختن کمک های بشر دوستانه کاری عادتی شده است. باید قید نمود که در نظام اسلام تندرستی سرپرستی دولت می باشد. همین طور در لایحه دستور اسلامی که از طرف یکی از حزب بین الخلقی سیاسی اسلامی تهیه شده است، در ماده 152 بند 4 گفته می شود: برای منفعت های عمومی و قلعه های اساسی مانند ساختن راه ها، مسجد ها، مدرسه ها و شفاخانه ها نیز از بیت المال خرج کرده می شود.